سلام هموطنان عزیز و دوست داشتنیم، وقت شما بخیر، شبتان خوش. امیدوار هستم که همتان در هر کجایی که هستین خوب جور صحت و سلامت باشین. باز هم سراچه فرا رسید و ما فرهاد رامکی در خدمت شما هستم یک ساعت. امیدوار هستم برنامه امشب ما مورد پسندتان قرار بگیره. نظریات، پیشنهادات، انتقاداتتان به هر دو دیده میپذیرم. امشب چهره را دعوت کردیم که اکثریت اعضای خانوادهش در صف امارت اسلامی از سابقه بوده و هستند، اما خودش تقریبا میشه گفت یک چهره اکادمیک است. درس خوانده، بیشتر وقت خود را در درس خواندن سپری کرده. ما خیلی علاقمند شدم که مهمان همراه خود داشته باشم و شما بیشتر همراهشان معرفی شاین و بدانین کسان هم هست در صف امارت اسلامی که در مدرک های خوب تحصیلی دارن و مهمانم در وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی افغانستان مشاور است و همچنان سخنگو. بله دوستان، مهمان امشب ما جناب مفتی صاحب عبدالمتین قانه. قانه صاحب بزرگوار بفرمایید. سلام. السلام علیکم. صحت شما؟ بخیر باشید. بسیار خوشحال هستم که خودتان هم میبینم. بسیار افتخار میکنیم بالایتان. بخیر باشید مفتی صاحب عزیز. چطور هست انشاءالله؟ الحمدلله. روز روزگار بخیر میگذره؟ شکر لله الحمدلله. من امید هستم که شما هموطنان عزیز به صحت و عافیت باشید. بخیر باشید، زنده باشید. تشکر. این روزایی که شما تازه بعیس سخنگو و مشاور در وزارت اطلاعات فرهنگ گماشته شدین چطور میگذره؟ خوب میگذره لله الحمد. آنگه موترهای زیرهی هست و ایسی های زمنش خدمت ارزندهی به ملت خود و به ژورنالیزم خدمت میکنیم. خوشحال هستیم و موفق هستیم. خب بسیار خوب، بیاین از اینجا آغاز کنیم. چند سال عمر دارین و در کجا به دنیا آمدین؟ عمر من سال 26 و 7 در میان این هستم. یا معلوم میشه که سنتان در میسن سال است. یک سه چهار سال از مکه هنوزم خورد هستین خیلی جناب همینطور مفتی صاحب. و در کجا به دنیا آمدین؟ وزیر اکبر خان شهر زیبای کابل. نفهمیدم. وزیر اکبر خان شهر زیبای کابل. نام خدا چقدر خوب، چقدر خوب. قصه کنین از او دوران، قصه کنین و چی مدت در کابل بودین و بعد از کابل کجا رفتین؟ یک کم دوست دارم در موردتان بدانم. آن زمان ایام کودکی بود بیشتر، به خاطر زیاد کم دارم، ولی به خاطر بعضی عکسی های خیالی از کابل دارم. سپس از آن مهاجرت نمودیم به سوی پاکستان. خب در چند سالگی پاکستان رفته؟ شاید مدتی 3 سال عمر داشته باشم. مهاجر شده. بسیار خوب. از دوران مهاجرت قصه کنین. مکتب در پاکستان خواندید و بعدش پوانتون هم در پاکستان ادامه دادین. میخوایم بشنوم. بله، بعد از اینکه مهاجرت کردیم شکر خدا را میکنیم که یک زمینه خوب برای تحصیل بوده، برای زندگی تحصیلی داشتیم. مکتب را هم در اسلام آباد خواندیم و تحصیلی که کانکور، امتحان کانکور را هم نیز در اینترنشنال فدرال بورد اسلام آباد پاس شده و بعد از او به علوم عصری در عرصه های مختلف داشتیم و ضمن از او اکثر علوم ما علوم اسلامی بوده که در جاهای متعددی تحصیل نمودیم. مثلا پشاور بوده، اکثر حصهش در اسلام آباد در جامعه دارالعلوم زکریا، یک جامعه اسلامی بوده اونجا. علوم اسلامی را که بعد از 8 صنف و 3 تا که در اول دارد به اختتام رساندیم. سپس از فراغت از علوم دینی و اسلامی مسافر به شهر کراچی شدیم به خاطر تحصیل در عرصه های مختلف. مثلا متخصص در زبان عربی بودیم، تخصص دارم و همچنان تخصص در جامعیت رشید کراچی، یکی از مدارس بزرگ پاکستان به نظر میرسد و به حساب میرسد. در کلیت دعوه و ارشاد تحصیل نمودیم در بخش های مختلف، سیرت، تاریخ، صحافت، ژورنالیزم و همچنان تقابل ادیان بوده، علوم مناظره بوده،
یعنی عرصه‌های مختلف آنجا تحصیل کردیم الحمدلله و یک رشته تخصص در افتا هم دارم که در پاکستان در اکوڑا خطک خواندیم لله الحمد تحصیل خوبی نمودیم شکر است این همش حضوری بوده یا مثل بعض از دوستای ما آنلاین هم درس خواندین بعض اسناد و مدارک از طریق اینترنت هم گرفتید نه 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 کاملا مجموعاً ما آنلاین نخواندیم بلکه به صورت حضوری حضور داشتیم و درس را خواندیم الحمدلله بسیار خوب وضعیت چگونه دریافت میکردین در او زمان وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان و برخورد پاکستانیا با افغانا و در ضمن سهولت های تعلیمی و تحصیلی بر افغان هایی که در پاکستان هستند بودند طبعا پاکستان یک کشور میزبان بوده همیشه برای مهاجرین افغان از ملتشون نهایت سپاسگزار هستیم خوب ملت دارند و خوب مردمی قدردانی هستند باید آدم ارزش هایشان را به نظر بگیره خدماتی که برای ملت مظلوم افغانستان زمان مهاجرت اونها انجام دادن باید همیشه سپاسگزارشان باشیم مثل برادر زندگی کردیم من صحبت از حکومتشان نمی کنم صحبت از ملتشان می کنم ملت خوب و ملت دیانتدار بوده و طور زمینه برای همه مساعد بوده که در عرصه های مختلف چی در علوم عصری و چی در علوم دینی مهاجرین میتونستن هم تحصیل کنند هم در قسمت اقتصاد کار بازرگانی را تشکیل بدهند و همچنان یک محیط زیست اسلامی و تحصیلی خوب از هر نگاه برای مسلمان ها بوده برای مهاجرین افغانستان بوده بنابراین ما هم خوشحال هستیم که خوب زندگی سپری کردیم منتها مشکلات های خود را هم دارد چون میهن خود، وطن خود قدر دیگری دارد که انسان در آغوش مادر خود باشد احساسات طبعا فرق میکند خیلی مشکلات ها بوده ما نمیگیم مشکلات ها نبوده خیلی سختی ها و تکلیف ها را مشقت ها را گذراندیم الحمدلله ولی خوب تحصیل نمودیم خوب زندگی کردیم خب تبعیض بین افغان و پاکستانی وجود نداشته است اصلا در پوانتونا در اون زمان که شما درس میخواندین نه الحمدلله خیم بعض از هموطنان ما که شکایت دارن هست این جامعه نیست که خوب و بد نداشته باشه داشتن اما در عموم باید انسان حق را بگوید که مردم خوب بودن علمای مردم خوب داشتن محیط خوب بر انسان بود اما همیشه تمنا و آرزوی ما بود که وطن را ببینیم و در آغوش مادر خود باشیم تا اینکه خادم به ملت خود باشیم و فضای افغانستان را درک کنیم طبعا فرق داره همیشه آرزو داشتیم حتی به این حد آرزو داشتیم که بعضی از دوستا زمانی که از افغانستان به پاکستان می آمدن حتی به این حد ما گفتیم که حتی میشه با خود خاک افغانستان را بیاری طبعا شرایط فرق می کرد خب خاک می آورد برتان؟ بله چون زمین سازی برای آمدن نبود من یک از قصه بسیار کوچک یکی از پسر کاکای من تقریبا در آن زمان 14 یا 15 بهار از زندگیشان به کشوری مهاجر به حیث یک مهاجر سپری کرده بودن و در این حال یک محصل بودن بدون اجازه پدر و مادر میخواست که افغانستان را بیاین ببینن چون که شرایط سخت بود پدر و مادر اجازه نمیدادن اما آنها آمدن به هر صورت قبل از این که به منطقه برسد به شهری وطنیشان برسد بندی شدند و اسیر شدند یعنی یک کودکی که 14 سال عمر داشته باشه محصل باشه هیچ جرمی نداشته باشه ولی حکومت سابق تحت نظارت امنیت بودن و مرات و کرات گزارش ها صورت گرفت مردم های عام آمدن موی سفیده و متنفذین منطقه آمدن و یک حادثه دیگری رخ داد در آن زمانی که این بندی بود پسر عموی من پدرشان یک بزرگ مردان بودن یک از بزرگ مردای واقعی بودن شهید شدن به مکانی پسرنشین امریکایی در شهر قندهار شهید شد همزمان ایشان در اسارت در بند نیروی امنیتی بودن بله حتی بیش از 3000 موی سفیدان و متنفذین علما خواست کردند که فقط مدت یک ساعت یک فرزند 15 ساله اجازه داشته باشد که جسد پدر خود را ببیند و در جنازه حضور داشته باشد
اما متاسفانه این یکی از عواملی بود که مشکلات ها بود نتونستن. پس چگونه ما میتونستیم که افغانستان بیم ببینیم؟ من علاوه از این که کارمند دولت باشم، یک عالم دین هستم، به هیچ عنوان نمیخوام که حرف اشتباه بزنم، یعنی زمینه طوری مساعد نبود که انسان بیاید و هموطنان خود را ببیند و هم زندگی کند. بسیار خوب، وقفه داریم؟ خب مفتی صاحب ببخشید، همکارا میگه وقفه داریم. بسیار، وقفه را میگیریم، پس از وقفه دوباره میاییم و تجربه های دیگر از مفتی صاحب میشنویم. بازم خوش آمدین. یک تشکری خاص و ویژه از حامی برنامه سراچه هپی ماسف انرژی درینک، حتما بنوشید و لذت ببرید. دوستا ما کم می نوشم، امیدوار هستم. مفتی صاحب انرژیست، انرژی میتونین بنوشین؟ قبلا نوشیدم. خو ای دیگه برند سیرم بنوشین، یک تست میشه اگر بدن خب بدن می نوشید. مشکل نداره، هر قسم که شما راحت هستین. ما خوب با اجازهتان خیلی می نوشم. پس با شما همه هنگ باشیم. خوب است، چقدر خوب همرنگ جماعت بودن. بهترین. بنوشین، باز بگین که چطور است طعمش. یک بار دیگه هم تشکر میکنم از هپی ماسیف انرژی درینک. عزیزان، قسمی که در آغاز برنامه گفتم که جناب مفتی صاحب خانوادهشان در صف امارت اسلامی از زمانهای دیر است که بودند و هستند. حال از خودشان میخوایم بشنویم در فامیل چند نفر هستن مفتی صاحب و کیها حضور دارن؟ دوست دارم بفهمم. الحمدلله فامیل ما یک فامیل کاملا علمی و متدین بوده. الحمدلله که به تعداد چشمگیری از حفاظ قرآن، علمای دین و محصلین است. الحمدلله فامیل ما الحمدلله یکی از بارسترین شخصیت هایی که در فامیل ما بوده، پدر بزرگوارم است و یکش هم کاکای بزرگوارمون که شهید شدن. یک چیزی برتان در قسمتشان گفتیم. بله بله بله. حالا میخوایم نام ببرید از کاکایتان. گفتین که آقای سلام راکتی، مولا عبدالسلام سعادت. سعادت، خو خیلی. پس چرا راکتی میگن جناب؟ بعضی ها به خاطر که به اون نام آشناست، اکثرا چهره ها به اون نام میشناسن. احساس میکنم که در دور 15 پارلمان دوران جمهوریت هم حضور داشت، تازه که جمهوریت ایجاد بله. شده بود. بله. خو این زمان که در پارلمان بود در صف امارت اسلامی هم بودن؟ نه، در پارلمان اصلا وجود نداشتن. اونها یک محصل بودن، بعد از اینکه نظام اسلامی در حکومت سابقه تأسیس شد اونجا حضور داشتن و بعد از اینکه سقوط کرد مهاجر شدن. در حکومت سابقه جمهوری حضور نداشتن، اما وظایف و خدمات ارزنده برای ملت خود در قسمت حکومت اسلامی امارات اسلامی افغانستان خدمات انجام دادن. اطلاعات ما نشان میده که شما فرزند یکی از مقامات ارشد امارت اسلامی افغانستان هستید. تا جایی را شخصیت علمی بوده. میشه در مورد کلگا صاحب صحبت کنین؟ پدر بزرگوار من الحمدلله که عالم دین است و یکی از متنفذین و بزرگوارای منطقه ماست. الحمدلله همیشه مستر خدمت قرار گرفته به مردم خود و سایر مردم. در زمان حکومت سابقه امارات اسلامی افغانستان به عنوان معین وزارت زراعت وظایف انجام دادن، سپس مدت اخیر به عنوان وزیر کار امور اجتماعی خدمات انجام دادن. الحمدلله. خود در دوران امارات گذشته؟ بله الحمدلله. و در امارات امروزی مصروف چی کار بارستن؟ در اوایل هم چنان وظیفه را به عهده داشتن، ولی با تاسف شدید که یک حادثه ترافیکی رخ داد، مجروح شدن، آسیب دیدن، سپس منتقل شدن به کشور قطر جهت معالجه. هم اکنون مریض است، لله الحمد که حیات هستند و سایه شفقت و بزرگواری پدر بر سر ما است. الحمدلله. بسیار خوب.
بعض از گپای دیگر هم شنیدم، قصه های دیگر هم شنیدم، هم از خودتان هم از دوستایی که نزدیک است به خودتان. میگن شما هدف از خودتان و قبلگاه صاحبتان در جنگ پنجشیر هم نقش داشتین، در قسمت صلح، در قسمت این که جنگ متوقف کنین یک مدت، در اوایل نگذارید که جنگ شوه تا بتانین یک تفاهم بکنین و برادرهای دیگه هم همراه شما یک جا شوه، اما متاسفانه نشد. قضیه از چی قرار است؟ آن زمان پدرم یکی از اعضایی بود که از طرف مشرتابه و رهبری وزارت امارات اسلامی افغانستان وارد قضیه صلح پنجشیر شدن، چون که بعد از فتح ما کابل آمدیم و خدمات ارزنده ماشاءالله برای مردم به قسمت تامین امنیتشان و تامین حقوقشان و اطمینان دادنشان انجام دادن. و آن زمان من به عنوان رئیس دفتر معاونت عمومی امنیت و استخبارات ایفای وظیفه میکردم، هم از قسمت استخبارات موین صاحب هم شامل این قضیه صلح بودن و هم از جانب این که پدرم یکی از متنفذین بودن و فرستاده شده بودن، خدمات خیلی ارزنده دارن. خیلی سعی مجدد ما، تلاش ما این بود که جنگ صورت نگیره، مشکلات ها حل شوه و یک تفاهم به یک صلح پایدار برسیم. مجددا بدون اینکه وقت را به نظر بگیریم، بعضی مشکلات های دیگری را جهتین کوشش کردن، ولی متاسفانه که قسمت نبوده، به صلح نرسیدیم. ولی سعی مجدد ما بوده در قسمت ها، و امارات اسلامی افغانستان رسالت خود را در آنجا انجام دادن الحمدلله. چون که ولایت ها به گونه آرام فتح شد، قرار بود که همه ولایت ها همچنان بدون تبعیضی که بعضی ولایت ها بماند وارد ولایت ها شوند، ولی این اختصاص را امارات اسلامی به ولایت پنجشیر دادن که تایی که به یک تفاهم کلی، به یک مفاهمت جانبین نرسیم، مسلحانه وارد پنجشیر نشوند. تلاش های مجدد صورت گرفت، تماس های متکرر با نماینده های زیا، با احمد مسعود و دیگری از آنها صورت گرفت و خیلی خوشبین بودیم، چون که در اوایل احمد مسعود اختیار عام و تام را برای علمای پنجشیر سپارده بودند که هر فیصله‌ای که علما در قسمت صلح با طالبان بکنند، با امارات اسلامی افغانستان بکنند، ما به جان و دل میپذیریم. و در این حال یک خط هم داشتند که شست و مهر احمد مسعود را گرفته بودند که اختیار عام و تام برای علما. ما خیلی خوشبین بودیم که انشالله صلح صورت میگیره، چون که علما میتونه به یک تفاهم برسه. متاسفانه حتی من حاضر این قضیه بودم که روبروی خلیفه صاحب می خط را قاری خط ما بودم که خط به فارسی بود، ما خواندم به محضر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی. خیلی خوشبین بودن و اونها میخواستن که یک صلح صورت بگیره. نقطه جنگی که مداوم افغانستان شاهدی از او بوده میان قدرت ها، نقطه پایان بگذارن، و یک افتخار خیلی بزرگ بود و خوشبین بودیم. متاسفانه به این نرسیدیم. بعد از مدتی به اطلاع رسید که احمد مسعود اختیار عام و تام از علما را گرفتن و دست یک هیئت دیگه دادن. یک جای خیلی تاسف بود. ما میخواستیم که به نقطه صلح برسیم، ولی همین چیزی بود که ما را ناامید ساخت. امارات اسلامی متعددا تلاش کرد، باز یک مجلسی مصالحه با هیئت جدیدی که اونها معرفی کرده بودن در ولایت پروان صورت گرفت. خودم حضور داشتم، مولوی محسن صاحب هاشمی، متقی صاحب سرپرست وزیر امور خارجی کشور و جناب پدر بزرگوارم همه حضور داشتن. باز هم خوشبینی ها میشه گفت که صلح صورت میگرفت، ولی در اون قضیه که زمانی داخل شدیم، متاسفانه نماینده که از جهت مقابل معرفی شده بود واقعا نماینده مردم پنجشیر نبودن، به صلح مردم، به صلاح و خیر مردم مفاهمت نکردن، خیلی قلدرانه صحبت کردن. بیوز این که مشکل پنجشیر را، مردم پنجشیر، مردم مظلوم و متدین پنجشیر را حل کنن، مشکلات دیگری از قلدری ها را به مطرح کردن. حتی گفتن که پنجشیر در رئیس که ما امپراتوری بزرگی چون روس ها اتحاد جماهیر شوروی را عقب نشین کردیم، وارد پنجشیر نشد وارد شود. باز بزرگوارا خیلی به اصول دیپلماتیک و
مصالحه را به نظر گرفتن، خیلی به انداز نوعیت آرام برشان گفتن که مردم پنشیر مردم متدین است. بلا تردید که آبا و اجداد و نیاکانشان خدمات بزرگی برای ملت، برای منطقه و برای اسلام کردن که اتحادی جماهیر شوروی را یک کسی آنها را اینها پیش بردن و به شکفش و به زانو در آوردن. امروز در مقابلشان نیروی امارات اسلامی افغانستان هستند که متحد به دین و به اسلام و به آزادی وطن و اهمیت وطن و متحد به تامین حقوق شهروندان است. یک حکومت کاملا اسلامی به اراده ممثل از اراده های اسلامی و مردم اسلامی باشه. حال آن قضیه نیست که مردم بیگانه ها باشن، محتلین و اشغالگرا باشه و روسا باشه. انشالله که هیچ جنگی صورت نمیگیره اگر شما بکنین نکنین، ولی در آن قسمت متاسفانه که مجلس به هم ریخت و آنها قبول نکردن. خلاصتا این که خدمات ارزنده علما را سپاس گذاری میکنیم، ولی اگر سال صورت میگرفت خیلی امتیازات زیاد امارات برای پنشیر قائل بود که مسلح وارد نشوند و همه مسئولینی که از اداره محلی پنشیر میشه توسط علما معرفی شود، توسط متنفذین معرفی شوند و چقدر اسلحه و وسایت نظامی و تجهیزات است باید داخل پنشیر بمانه. دیگر پروگرام هم داشتیم که برشان، ولی متاسفانه نرسیدیم. امید است که در آینده شاهد صلح پنشیر با همه هموطنان باشیم. بخیر باشین، تشکر از توضیحتان در مورد نقش شما و دیگر دوستا در صلح با دوستان پنشیری ما، وطنداران عزیز ما در پنشیر. انشاءالله یک روز بخیر ما و ای صلح برسیم و باز میگن وقفه. وقفه دوستا، پس از دیدن وقفه میایم سر رسانه ها و کار در تلویزیون و رادیو و خبرنگاری صحبت خواهد کردیم. با ما باشیم. یک سلام مجدد دارم به ایزایی که جدیدن امی لحظه برقایشان آمد، تلویزیون روشن کردند و سراچه را بینده هستند. خوش آمدین، تشکر از اینکه ما را انتخاب کردین. جناب مفتی صاحب، صادقانه بگین، اگر پدرجان شما یکی از مقامات در شد امارت اسلامی نمی بودند، آیا شما مشاور در وزارت اطلاعات فرهنگ می بودین؟ البته چرا نی؟ هر کسی که طبعا لیاقت داشته باشد، تحصیل کرده باشد و متخصص فن و مسلک باشد، انشالله اتحاد امارت است که به پست های مسلکی آنها را موظف کنند و توظیف کنند. من چون که به عنوان مشاور پالیسی رسانه و مشاورت مطبوعاتی وزارت هستم و این حال مسئولیت ارتباطات عامه را دارم و سخنگوی وزارت هستم، باید براتان بگویم که این پوست را به طوری به ما حاصل شده که قضیه پدر میان نبوده، چون اون زمان ما در قطر زندگی میکردیم، امروی پدر بزرگوار من چون تحت معالجه بودن. یکی از روزها مقام های امارت اسلامی، چون که ما با کسایی که در قطر بود تعارف خاص نزدیکی نداشتیم، همیشه پاکستان بودیم، مثلا جناب الحاج ملا خیر الله خیر خواست پرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، جناب مولوی امیرخان متقی صاحب، با اینها یک مجلس داشتیم. قبل از اینکه معرفی شویم که ما فرزند فلان هستم، مکالمه صورت گرفت و آنها از تحصیلی که داشتم معلومات خواستن. باز ما اسناد برشان دادم، یکی از اسناد ما مرتبط به ژورنالیسم و صحافت بود. از آن زمان وزیر صاحب خواست که با ما باشن در قسمت مطبوعات و سخنگویی وزارت، یعنی در آن قضیه اصلا شامل این قضیه نبودیم. و اگر شما به عنوان پدر میگوین، هم اکنون یکی از برادرای ما فاضل علوم اسلامی و دینی است که دستار فضیلت را هم بستن، ولی هم اکنون بیکار هستند، تا حال وظیفه ندارن. خودگر نمیشه از یک خانه ششت و دیگر برادران نیز هست که همچنان نیست. الحمدلله کدرها داریم در وزارتخانه، متخصصین داریم و تعهد ماست که بهتر این روان دیگه بهتر بسازیم. بخیر باشین. چطور راهی قطر شدین؟ از قطر قصه کنین. بسیار دوست دارم، به خاطر دمی شب روز جام جهانی هم در قطر
برگزار میشه و تلویزیون هم میبینیم، قصه های متفاوت میبینیم در تلویزیون. یک کم از قطر قصه کنیم. کشور واقعا یکی از کشورهایی که مشترکات زیادی با ملت افغانستان دارند و خدمات ارزنده برای ملت افغانستان ادا کردند. یک کشوری که واقعی بحر خلیج فارس است، از دول خلیج شمرده می شود. واقعا یک کشوری است که خدمات خوبی برای ملتشان، خدمات ارزنده تقدیم کردند. با وجود اینکه نفوسشان کم است، مساحه و اراضیشان کم است، ولی الحمدلله که اونا منابع سرشار طبیعی مثل گاز طبیعی، نفت طبیعی دارند. از آن نقطه تانستند که کشور را مبدل به یک کشور مدرن. و در این حال باید گفت که کشور قطر یکی از کشورهای اسلامی و عربی است که بهترین محیط زیست اسلامی را دارد. برای یک فرد می تواند بهترین محیط زیست سالم، صحی، علمی، فرهنگی اسلامی باشد از همه نگاه. حتی اونجا دوستای ما داریم که تابعیت کشوری آمریکا و بعضی کشورهای اروپا را داشتند. تنها علتی که از آمریکا آمدن به قطر محیط زیست اسلامی، محیط زیست تعلیمی یک کاملا محیط خوب برای باشندگانشان هستند. وقتی خوبی سپری کردیم، خوب برنامه تعلیمی دارن، برنامه فرهنگی دارن. اکثر که من اونجا بیکار می بودم بعد از اینکه مراقبت از پدرم می کردم، یکی از مکتب وطنی القطریه، بسیار یک مکتبی بزرگی برای هموطنانشان هستن که موادهای مختلفی برای مطالعه و تحقیق و ریسرچ دارن. در همه عرصا خدمات ارزنده دارن. قطر توانسته که خود را به یک سطح منطقه، یک دهلیز اقتصاد بسازه و یک دهلیز خوبی باشه برای ساکنهای خود. از هر نگاه خدماتشان را ملاحظه کنین، به نرمهای بین المللی است. خدمات ترانسپورتی، خدمات امنیتیشان، خدمات غذاییشان، خدمات صحیشان، این در هر عرصه که شما مشاهده کنین بهترین خدمات را دارن. و هم اکنون شاهد هستیم که میزبان جام جهانی سال 2022 هستند. حتما این هم یک سوال خواد پرسیدم، اما در تمام موارد هم ویژگی هاش را یاد کردین. بحث آزادی بیان و کار در رسانه ها در قطر، شما تلویزیون که در قطر میدید چی رقم وضعیت داشت؟ قطر واقعا در قسمت آزادی بیان خدمات ارزنده دارد. به گونه علت شما میتوانین که شبکه الجزیره یک شبکه عالمی است، یک تلویزیون بین المللی است، واقعا که یک نقش خاص خود را در میان رسانه دارند. در تلویزیون الجزیره که شما نام گرفتید، مجریان زن ماسک می پوشن؟ نمیدانم، او را شما میتونین که مشاهده کنین. شما خود دیدید دیگه، شما از قطر آمده؟ ندارن ماسک ندارن؟ کشور اسلامی هستند؟ بله. ماسک هم ندارن؟ چرا ندارن؟ طبعا کشورهای اسلامی فرق داره. ما هم کشور اسلامی هستیم، ولی الگو ما از دیگر کشورها نمیگیریم. در قسمتی که مثبتیات است همیشه کوشش میکنیم که الگو بگیریم، ولی الگوی ما در قسمت حجاب اسوه حسنی محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام و علیه و آیله مبارکه پیامبر صلی الله علیه و سلم است. ما در همه قسمت از آنها الگو میگیریم. کشورها برای ما الگو شده نمیتواند. در قسمت مثبتیات و رفاه و ترقی و رشد توسعه اقتصاد، امنیت و دیگر موارد میتوانیم که با آنها هم فکر و هم مسلک باشیم. تشکر. اما پس از وقفه ما سوال را مطرح خواهد کردم، یا مشکلات خبرنگاران را به گوشتان خواهد رساندم که شاید شما در جریان نباشید. بسیار. اگر باشیدم شاید نایده بگیرید این مشکلات. اما من ناگزیر هستم از شما بپرسم. آله مفتی صاحب، وقفه داریم. تشکر. وقفه، پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم، همراهی شما را میخواهیم تا آخرین دقایق با ما باشید. با ادامه برنامه خوش آمدین. و مفتی صاحب بزرگوار، شما از خدمات ارزنده وزارت اطلاعات فرهنگ صحبت کردین برای رسانه‌های افغانستان. خدمات تا نمین بوده که جوانان را بیکار کنید، خدمات تا نمین بوده که محدودیت‌ها را روز به روز اضافه کنید، خدمات تا نمین بوده که کار رسانه‌ها را متوقف بسازید، خدمات تا نمین بوده که
مجری دختر باید ماسک بپوشه، خدماتان اینها بوده یا چیز دیگه هم هست که فراموش ما شده؟ نه خیر، همچنان نیست. وزارت متعهد است که تامین حقوق ژورنالیسم کند، حق دسترسی به اطلاعات مختل نباشد و یک فضای مسئول برای ژورنالیسم باشد، برای رسانه باشد و فعالیت گسترده‌شان باشد، حق دسترسی مختل نباشد. این حق وزارت است و در این راستا هر ممکن تلاش و اقدام را ما برداشتیم. الحمدلله در صورت امنیتشان، اقتصادشان، ساختن یک فضای مسئول و مسئول در این قسمت ها ما گام های مثبتی برداشتیم، یک تعامل خوبی با رسانه داریم، فعالیتشان هم گسترده است. مشکلات ها بوده، به هیچ عنوان نمیشه گفت که مشکلات ها نبوده. مشکلات ها بوده، امید است که به تلاش مجدد ما و رسانه ها با هماهنگی یکدیگر مشکلات ها را حل کنیم و زمینه به طوری مساعد باشد که بهترین خدمات آگاهی و اطلاع رسانی برای ملت فراهم شود. یعنی کدام برنامه مشخص دارین؟ رسانه هایی که یک قفل بسیار کلان در 5-600 افغانی میخره و دروازه رسانه خود میبنده، مشکل اقتصادی است، مشکل است که محدودیت وضع شده، کمپانی ها به او رسانه ها اعلانات تجارتی نمیتن، کدام آید دیگه هم از کدام طرف دیگه ندارن و امروز ناگزیر شده که رسانه رو ببنده. کارمندانی که در رسانه کار میکردن اکثریت چون مثلا ما در گزارشات تلویزیونی میبینیم که متاسفانه بگویم به کارهای شاقه رو آوردن، دیگه نتانستن، مثلا هر کدامش فامیلدار بوده و اگر امو کار نمیکرده شاید بسیار برش مشکلات جدی پیش میشده. مشخصا کدام برنامه وجود داره به خاطر تمویل یا حمایت مالی رسانه های افغانستان؟ واقعا تحول یک نظام، یک تحولی بوده که همه اقشار و همه دستگاه ها آسیب دیده، به ویژه ژورنالیسم، جامعه ژورنالیسم و رسانه ها آسیب بزرگ دیده و هم اکنون دوچار و دامنگیر سختترین شرایط اقتصادی بوده و تنها راه اقتصادی بوده. اگر شما حرف از محدودیت بزنید، الحمدلله محدودیتی نیست. اگر شما ارزش ها را زیر سوال بیاورین، مثلا حجاب از این موضوعات های موسیقی است، این که محدودیت نیست. ما گفتیم حکومت ما یقیناً ما قبول داریم، یقیناً ما قبول داریم که حجاب باید رعایت شود، اما بحث من ماسک پوشیدن مجریان زن در برنامه هاست. بحث من قفل ماندن دروازه های رسانه هاست که بعضی از رسانه ها مشکلات مالی می داشته باشن، رسانه خود قفل می کنن. بحث من ده ها مشکلات دیگه است که امروز خبرنگاران ما با او دوچار هستند. بس اطلاعات شما میگن دسترسی به اطلاعات، تا جایی که ما میدانیم و همراه دوستای خود صحبت کردیم، یک سلسله محدودیت ها هنوز هم وجود داره؟ نه ببخشین که اگر محدودیت، شما گفتم برای شما که ارزش ها رو زیر سوال بیارین، محدودیت نیست. وزارت امر بالمعروف طبق ارزش های اسلامی، همه علما وجود دارن، طبق قوانین اسلامی فیصله میکنن. منتها حرف ما دسترسی به اطلاعات طوری که شما گفتین مختل است، نیست. هم اکنون فعالیت گسترده رسانه هست، 45-44 اداره است، همیشان مسئولین مطبوعات داره، حتی بعضی اداره بیشتر از 300 پرسنل مطبوعاتی داره. در 33 ولایت ما مسئولین اطلاعات و فرهنگ داریم که مسئولیت دارد که رسانه را در ولایت ها، جامعه ژورنالیسم را یک فضای مسئول بسازد و دفاع از حقوقشان بکند و حق دسترسی به اطلاعات داشته باشند. همچنان ولایت ها به خود مقام ولایت سخنگو دارد، دولت همین خدمات را میتواند که سخنگو را به شما معرفی کنه. و یک مشکلی است که بعضی سخنگوها متخصص نیستن، مسلکی نیستن، علارغم این که بخش تحصیل کردن، تعلیم کردن در بخش های مربوط، منتها تجربه چیز دیگری است. در این قسمت هم وزارت متوجه شده و گام های برداشته به خاطر ارتقای ظرفیت مسئولین مطبوعات دولت و آنها را متوجه ساختن از این که مسئولیت جز دسترسی به اطلاعات و دادن اطلاعات برای رسانه
و رسانه به حیث پل ارتباط به ملت و فراملت دیگر مسئولیت ندارد و در قسمتی که قوانین را برشان بخوانیم و متوجه بسازیم گام های مثبتی برداشته شده انشاءالله مشکلات حل میشه انشاءالله حق دسترسی به اطلاعات مختل نمیشه در هر صورت ما کوشش میکنیم و متحد هستیم بخیر باشید و در قسمت اقتصادی رسانه گفتین الحمدلله وزارت اطلاعات و فرهنگ میدانیم که دولت مواجه دامنگیری سخت شرایط اقتصادی بوده و هست باز هم گام های برداشته مثلا رسانه کارشان با وزارت مالیه در قسمت مالیات است ما با وزارت مالیه جلسات متعددی داشتیم که تخفیف فوق‌العاده در قسمت مالیات با رسانه صورت بگیره حتی میشه یک سال مالیات را عفو کنن و یا که به اقساط طویل مدت یک کلان تخفیف است و همچنان با وزارت انرژی و آب در قسمت برق رسانه صحبت شده جلساتی داشتیم که تجارتی نباشه برق رسانه باید رهایشی باشه و یا خدمتی باشه همچنان با وزارت مخابرات در قسمت مصارف و تکس رادیواکتیو رسانه هم صحبت شده که فوق‌العاده تخفیف صورت بگیره و الحمدلله جرایم عفو شد قوانین جاری است الحمدلله قوانینی که فی الحال هست از سابق بود مشکلی نداره یعنی در هر قسمت ما کوشش کردیم در قسمت اعلانات چون که دولت متعهد است که باید تامین کنه محتوا را برای رسانه مواد را تامین کند با تجارای ملی و بین المللی در آینده قریب امید است یک جلسه داشته باشیم که اعلانات برای رسانه داده شود و به قسمت مساوی برای همه و همچنان با سازمان ها و دولت هم بعضی اداره داره که میتواند اعلانات به رسانه بده ان شاء الله در قسمت هم متوجه هستیم امید است که مشکلات ها و قلفا را باز کنند ان شاء الله ما هم به امید هستیم اما آیا روز شاهد خواد بودیم که هیچ دکتر دیگر در روی صفحه تلویزیون در افغانستان ظاهر نشن؟ ایرا ببخشین همکارا میگه وقفه است پس از وقفه جواب خواد گرفتیم عیزا وقفه داریم بعد از دیدن وقفه حتما پاسخ جناب مختصر میشنیم بخش پایانی برنامه و حال منتظر جواب مفتی صاحب هستیم دختر خانم هایی که در رسانه های افغانستان کار میکنین مجریان که روی صفحه تلویزیون ها همیشه ظاهر میشن گوش کنید که مفتی صاحب چی میگه به شما ما سابقا بر شما گفتم که بدون تبعیض انشالله با نظر داشت ارزش ها و اصول و عنانات و فرهنگ ملت افغانستان چه قشر مرد زن باشد انشالله خدمات به هر نوع میتونن که در ژورنالیسم هم خدمت داشته باشن و در سایر ارگان ها خب همین اصول که فعلا در حال حاضر جریان داره به این اصول که برابر باشن درست است مشکل نیست بخیر انشاءالله دیگه کدام محدودیت ایجاد نخواهد شد من تأسف کامل به این دارم که با وجودی که ساکن یک کشور اسلامی و جامعه اسلامی هستیم قرآن را محدودیت فکر میکنیم خدای نخواسته خواهش میکنم حجاب یک چیزی است که قرآن گفته نمیتونیم را محدودیت بگوییم موسیقی چیزی است که اسلام ممانعت داره مشکل داره امرایش نمیتونیم که اصلا ما مشکل ندارم فرموده شما کاملا درست است اما بحث ما در کل ماسک زدن دختر خانم است در برنامه ها ایره هم قرآن گفته بله که باید صورت خودم بپوشانند صورت را هم ماسک بزنند آیتی که در قسمت حجاب ایدنین من جلابی بهن خداوند به پیامبرش حکم میکند که شما به زنا و دخترها و سایر زنای امت مسلمه حکم کنید که حجاب را مراعات کنند تفاسیر اکابرین از مفسرین در تفسیر آیت می نویسند که روی هم چون مرکز زینت انسان هست به حجاب می آید و همچنان حدیث هم عموم صادر شده المرأت و کلها عوره یقول رسول صلی الله علیه وسلم عورت است و همچنان زمانی که صحابه می خواستن بعضی مسائل فامیلی را از امهات المؤمنین حضرت عایشه سؤال کنن پس حکم خداوند هم در آنجا به صورت عموم گفته شده که من وراء الحجاب آنجا تعمیم نیست که چهره باز باشد یا چی باشد یعنی همیشون در حجاب میاد انشاءالله
بخیر باشید. چند نام می نویسم و شما در موردش نظر بدید. درست است جناب مفتی صاحب؟ اولین نام از آقای عامد کرزی. چند روز قبل اجازه سفر بعد از 1.5 سال پیدا کردن، رفتن، بخیر باشن، انشالله که دوباره بر بگردن. این نظر ما بود، نظر مفتی صاحب نبود، شاید نظر مفتی صاحب دیگه چیزی باشه. هم اکنون در افغانستان به خدمت مردمش هست، جای ستایش هست. آها. ملا محمد عمر مجاهد. شخصیتی بارز کشور است که انشالله اجیال و نسل آینده کشور ای نام را در اوراق تاریخ یک چیزی مبرم است. شخصی بوده که هم در مقابل اشغال روس مبارزه کرده و یک از چشمان مبارکش را شهید شده و همچنان مؤسس امارت اسلامی افغانستان به علت های مشروعی که طالبان یک تحریک صورت گرفت و باز به حکومت مبدل شد یکی مؤسسین بوده و شخصیتی است که عرب و عجم، مسلمان و کافر دوست و مخالف همیشه از قدردانی کرده از او و ستایش کرده و همیشه وصفی او را میکنن و انشالله امید است که اجیال آینده هم همچنان تصویری داشته باشند یک کسی بوده که به وطنش و به دینش متعهد بوده و تا آخرین وقت عمرش به قانون مدنیت و تعهدی مدنی که داشته به کشورش مانده و خدمات صورت داده یک شخصیت بارز کشور است. بخیر باشید. محمد اشرف غنی. قسمی که سابقه گفتم نمیخوام تنقید شخصی کنم چون یکی از اصول آزادی بیان این است که تنقید شخصی حد که حرمت انسان نشود عفو عمومی صورت گرفته. تنها چیزی که باید به صورت عموم به رجالی که اینجا اداره امور دولت و زمام کشور را به دست داشتن یک تصویر خوبی نداریم. جای تأسف است که 20 سال با عمر ملت مظلوم افغانستان بازی کردن و به فنا دادن. یک دستاوردی نداریم امروز که افتخار کنیم که واقعا فلان خدمت و در قسمت اقتصاد یک زیربناها ساخته باشن یا دیگر کارهایی کرده باشن. با وجود این که فرصت های خوبی داشتن میتوانستن که یک خدمت داشته باشن برای ملت ولی نکرد. بخیر باشین. احمد شاه مسعود. آمیر صاحب یکی از رجال کشور بوده که در جنگ علیه روسا واقعا یک نقش بارزی داشته و یکی از شخصیت هایی است که میشه گفت که وسط منطقه برش تعریف شوه و خلاف روسا اشغال روسا جنگیدن و خداوند بیامرزد ایشان را. ولی جای تاسف است که همکارانشان و کسایی که بعد از او بودن نقش او را انتخاب نکردن، تغییر مسیر کردن، تغییر ارزش ها کردن. ولی امروز میشه که امارات اسلامی افغانستان و حکومت حاکم بر سرزمین را وارث همه ارزش هایی که مجاهدین چه در دور روسا بوده و چه در دور جنگ علیه امپراتوری بزرگ بریتانیا کبیر بوده و چی جنگ 20 سال علیه اشغال انشالله که ما وارث همه ارزش ها خود را میدانیم. آخرین نام آقای فرهاد دریا. متاسف هستم ایشان را نمیشناسم. نمیشناسید؟ مگر 30 میلیون نفوس میشناسند ایشان؟ خود دیگه حال نمیشناسید دیگه. بخیر باشین. تشکر. بسیار خوشحال شدم از اینکه شما را در برنامه امشب داشتیم جناب مفتی صاحب. انشاءالله که همیشه موفق کامیاب باشین. تشکر. سلامت باشین. آرزوی سلامتی هم به شما و هم به هموطنان عزیز کشور میکنم. بخیر باشین. تشکر. تشکر از شما وطندارایم که تا این دم همراه ما بودین. امیدوار هستم برنامه خوشتان آمده باشه و همیشه با طلو باشین و با برنامه های متفاوت طلو و امتان به خداوند مسپارم. خوش، آرام، خوب باشین. خداوند یار و مددگارتان. بدرود. تشکر.